نام و ید خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز برنامه همسفر شبکه مستند سیما. همچنان همراه ما هستین در ایران گردی، اینجا استان اصفهان، بخش جلگه، شهر هرند و روستای قهی هست که قرار این روستای تاریخی رو بهتون معرفی کنیم. و اما دعوت کردیم از یکی از مطلعین این روستا، عضو شورای اسلامی روستای قهی و ریاست شورای شهر جلگه، درسته، بخش جلگه، جناب آقای خانابادی. سلام علیک، شما رو بینندگان میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان برنامه خوب همسفر و عرض تسلیت دارم ایام سوگواری سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین را به بینندگان عزیز. روستای باستانی قهی از توابع بخش جلگه شهرستان اصفهان هست. جمعیت این روستا حدود 1000 نفر جمعیت داره که در قدیم شغل این روستا، شغل اهالی این روستا، شترداری و سفالگری بوده. به لحاظ اینکه وسیله نقلیه جدید اومد تو کار و شغل شترداری کم کم از بین رفت، اهالی این روستا خیلیشون مهاجرت کردن به شهرهای بزرگ، خصوصا تهران، که در ایام خاص به ویژه محرم و ایام نوروز اهالی که در تهران ساکنن میان برمیگردن به روستای خودشون و ایام محرم مخصوصا اکثر این مهاجرین به روستا برمیگردن و عزاداری های سنتی این روستا که خاص این روستا هست رو برگزار میکنن. ما در ایام در عزاداری این روستا زار میگیرن که اینو به عنوان اتحاد همدیگر رو میگیرن و در حسینیه که تقریبا مدور هست دور این حسینیه و زار میگیرن و اشعار قدیمی رو با هم زمزمه میگیرن. Thank you.
برامون توضیح میدین که چرا به اینجا میگن قهی، قهی به چه معنایی هستش و اینکه چرا تاریخی، وقتی یک در واقع اسم تاریخی به زبان میاد و ما یک جایی رو به عنوان تاریخی میشناسیم، باید قاعدتاً آثار تاریخی رو هم در اونجا ببینیم. در مورد آثار تاریخی ارزشمند روستاتون هم برامون بگید. قهی در قدیم، قدمت قهی برمیگرده به دوره ساسانیان و حدود بیش از 2000 سال پیش. در اون اوایل اسم قهی کهی بوده. کهی از کهریز میاد به معنای قنات. این روستا دارای 18 قنات بوده که الان حدود 10 رشته از آنها دایر و آبدهی داره. این روستا دارای 42 آثار ثبت شده میراث فرهنگی هست. از اهم این بناها میتوان به آبانبارها، دارای 2 آبانبار قدیمی، مسجد جامع، امامزاده و منازل مسکونی که معروفترین آنها منزل رزجوها، قرهیا و تقوی هست که تصاویر اون را بینندگان عزیز مشاهده فرمودن. بله، 3 تا منزل الان از دوران قاجار به صورت سالم الان هستش، بقیه دیگه فکر کنم تخریب شده و دستخوش نوسازی ها شده، درسته؟ نه، این 3 تا از مهمترین بناهای این روستا هستند. بناهای دیگر هم هستند که بشه ازشون استفاده کرد یا به صورت شخصی استفاده میشه، ولی خیلی هاشون هم دستخوش تعمیرات سبک جدید شده که اونا به خاطر عدم اطلاعاتی که مالکین اونا داشتن دستخوش تغییرات کردن. خیلی ممنون، تشکر از شما. این بخش معرفی روستای قهی بود. در بخش جلگه میخواییم به آثار تاریخی و ابنای تاریخی این روستا بپردازیم و بیشتر شما بینندگان عزیز رو با ابنای تاریخی ارزشمند این روستا آشنا کنیم. همسفر ما در سفر امروز باش. الان در کوچه پس کوچه های روستای قهی هستیم. گفتن 3 تا خونه تاریخی مربوط به دوره قاجار در این روستا هستش که هنوز سالم هستن. ما هم دعوت کردیم از کارشناس میراث فرهنگی صنایع دست و گردشگری شهرستان هرند، یا شهر هرند، شهرستان نشده، شهر هرند، جامعه مرتضوی عزیز. روستای قهی هستیم. بله، درسته. سلام علیکم، شما رو بینندگان میشنویم. بله، خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، خدمت شما خوش آمد عرض میکنم. خواهش میکنم. من مستقیما اینجا که اومدم در چوبی رو زیر نظر گذروندم، فکر کردم یکی از این خونه ها همین باشه دیگه. بله بله. چه خونه ای هست؟ خونه مرحوم میرزا ابوالحسن قهی بوده یا حاج آخون و مالک فعلیش هم آقای تقوی هستن. درسته. بله. دو تا درکوب داریم، یکی مخصوص آقایون، صدای محکمتریه، و یکی مخصوص بانوان یا خانم ها که صدای نازکتری رو میشنیم. حالا این صدای ظریفتری رو میریم داخل. بفرم. خواهش میکنم. بفرم. ممنون. هشتی. بله. اینجا هم هشتی داره مثلا. بله. یعنی ساختار یک خونه تاریخی حفظ شده. بله. وای چی دیدم داره. اصلا از بیرون وقتی نمای روستا رو نگاه میکنی نمیتونی تصور کنی که در دل این روستا ممکنه همچین خونه ای باشه. برای من خیلی جالبه.
وقتی وارد شدم، شما بینندگان عزیز قطعا هنوز ندیدین حیات این خونه رو، ما کم کم تو فوازل برنامه نهتون نشون میدیم. خیلی قشنگه. بله. چند سالش این خونه دقیقا؟ این خونه قدمتش مربوط میشه به دوره قاجاریه، اواخر دوره قاجاریه. بله؟ بله. خب بریم پایین و کنار جوی آب. ببخش من جلو میدم. خواهش میکنم. بفهم. خیلی جالبه. من اینجا رو انتخاب میکنم برای ماهی ها رو. بله. منتظری ببخشید. خواهش میکنم. خب. یه جوی آب میبینیم، فیروزه‌ای رنگ، ماهیایی که دارن شنا میکنن توی آب. خیلی جالب و دیدنیه. وقتی وارد شدم از همون ابتدا نگاه کردم و این محوطه رو تماشا کردم، یکم ذوق زده شدم، یاد خونه های تاریخی کاشان افتادم. معماریش خیلی نزدیکی به اون خونه ها، مثل خونه عباسیان. بله. اونتا اونا خب یه حوض بزرگتر داره، یکم چیزه به خاطر اون طبقات بودن این خونه دارم. بله. میگم این حاج آخوند آدم مهمی بوده؟ بله بله، یکی از علمای معروف منطقه شرق اصفهان بوده ایشون، که خب مقلدین زیادی داشته. بعد خب اومدن قهی و به قول معروف اهل قه بودن یا نه؟ اهل قهی بودن. بله قهی. بله بله. اینی که میگن قهی به چه معناییه؟ قهی مخفف کلمه که یا کهریزه، که از قنات گرفته شده، چون روستای قهی حالا دو تا قناته یه روستا از داخل خود روستا عبور میکنن، بقیه قنات ها اطراف شرق و غرب روستان، که 18 رشته قنات داره روستا. مربوط به روستای قهی میشه این 18 رشته. خب این هم قنات الان؟ بله بله بله. این خونه حاج آخون یکی از خونه هایی که در حال حاضر آب قنات ازش عبور میکنه. این پشت زیر زمینه؟ نه خیر، نه بس است. بله، این حفره رو گذاشتم برای به قول معروف ناکشه، که نم ساختمون عبور کنه، تبخیر بشه، که به ساختمون آسیب نزنه. سبک خونه هایی که الان داریم میبینیم گودال باغچه هستش، به این سبک خونه ها گودال باغچه میگن. از سطح خیابون تا اینجا یا کوچه تا اینجا ما یکم پایین تر هستیم. بلد. یعنی چند تا پله میایم پایین و وارد این گودال باغچه میشیم. من دو تا طبقه اینجا میبینم، فکر کنم شاهنشینش میشه. چند تا اتاق داره این خونه کلا و اینکه شامل چه اجزای معماری؟ بله. خونه حاج آخون خب همونجور که گفتیم دور قاجاره، اندرونی بیرونی داره. قسمت شرقیش قسمت شاهنشین خونه است، در دو طبقه واقع شده، هر طبقه سه اتاق داره. طبقه دوم یه اتاق به قول معروف میانیش آینه کاری شده، تزیینات معماری دور قاجاره آینه کاری شده، نقاشی شده، و به قول معروف حالا به قول معروف صاحب خونه میزبان مهماناشو هدایت میکرده به سمت شاهنشین و از اینجا پذیرایی میکرده از مهمانش. بله بله. حالا من با اجازه شما خواهم رفت اون طبقه فوقانی رو هم خواهم دید و توضیحاتش برای بینندگانمون میگیم. از بینندگان از دعوت میکنیم به تصاویری که از این خانه زیبا گرفتیم توجه کنین و همسفر ما در روستای قهی از توابع شهر زیبای حرم باشی. چه جالب، نقاشی گل مرغی.
نقاش گل مرغی رو تو شیراز بهتون نشون دادیم، در موردش مفصل صحبت کردیم توی خونه زینت الملک. دقیقا همون نقاشی ها رو میتونیم اینجا ببینیم، روی سقف هم حتی نقاشی های عمارت های فرنگی رو میتونیم تماشا بکنیم. یعنی نقاش خیلی زبده ای داشته که اینها رو یه جورایی فکر میکنم از روی خونه های تاریخی شیراز به خصوص یه جورایی نقش برداری کردن. کرسی هم هست اینجا که خودش نماد یک زندگی روستایی هست و فضای بسیار جالب که خود این مخملی که الان روی کرسی داریم نگاه میکنیم جزء صنایع دستی ارزشمند اصفهان هست و همینطور این مجمع مسی که قلمکاری و قلمزنی روش انجام شده و خیلی جالب هستش. اینم پیسوزه. همیشه توی موزه ها اینا رو من میدیدم وقتی تو شهرهای مختلف میرفتم، پیسوزا رو میدم. حتی قسمتی از پی هم داخل این هستش که قطعا روشنایی این خونه رو و این اتاقا رو تأمین میکرده. خیلی جالبه وقتی وارد طبقه دوم خونه حاج آخون شدم و این فضا رو دیدم، خیلی ذوق زده شدم. اما چیزی که خیلی تعجب منو بیشتر میکنه اینه که چرا اتاق وسطی پر از نقاشی و آینه کاری و زیبایی هستش و دو اتاق مجاورش به این سادگی. البته با این نقش و نگارهایی که اینجا داریم نگاه میکنیم مشخصه که مقدمات آینه کاری و نقاشی های گل مرغی هم اینجا انجام شده ولی نیمه کاره رها شده. تو بعضی از این خونه‌ها که این اتفاق میفته معمولا با فوت صاحب خانه این عمل انجام شده. یعنی وقتی خانه صاحب خانه فوت میکرده معمولا نقاشی ها یا معماری رو در همون مکان یه جورایی تموم میکردن. یه خونه تاریخی قشنگ دیگه هم در روستای قهی هست. البته گفتن سه تا خونه که یکی داره مرمت میشه و یکی دیگه تقریبا مرمتش تموم شده. میخوام به اونجا هم برسم، اون هم به شما ازان معرفی کنم. فعلا تصاویری که شما از آن بیننده مشاهده کردین مرتبط میشه به جاذبه های تاریخی و ابنیه تاریخی روستای قهی که الان ما وارد یک خانه دیگه شدیم به نام خانه رزمجو که فضای فوق‌العاده زیبایی داره و دو حیات بسیار زیبا و اندرونی هایی که هستش. ما کنار شومینه هستیم و در یک اتاقی که شاهنشین معروف هستش و زیبایی های خاص خودش رو داره داریم تماشا میکنیم. آقای مرتضوی شما از این خونه برامون بگین، رزمجو کی بوده، چی کاره بوده و اینکه این خونه چند سالشه و تزئینات خاصی هم ما نمی‌دونیم در این شاهنشین. خیلی ساده است. بله بله. خونه تاریخی رزمجو به نام خانه تاریخی رزمجو ثبت شده در فهرست آثار ملی، ولی خب بانی خونه، سازنده خونه مرحوم ابوالقاسم خان قهی بوده. دوره مشروطیت بین سالهای 1320 تا 1325 هجری قمری ساخته شده به نام خانه عبدالصمد خانم معروفه. هم طور که اشاره کردید شامل اندرونی و بیرونی میشه. فضای بیرونی خونه
در جبهه شمال شمال شرق خونه واقع شده، حیات مربع شکل داره خونه مثل اکثر خونه های قاجار. یه فضایی هم که قسمت شرق خونه میبینید قسمت به قول معروف شاهنشین خونه است، مهمونای خونه رو از اون طرف از درب شمال شرقی خونه هدایت میکردم به این قسمت. دو تا ساختمون جدا از هم داریم میبینیم اینجا که در حال مرمت هست و جلو هم داربست هایی هستش که دارن مرمت میکنن این فضا رو. دو تا خونه جدا هست، من فکرم دو تا خونه هست. نه در اصل یه خونه هست، چون شما جنوب اینجا بخش خونه‌ای که مربوط به خدمه می‌شده رو مشاهده می‌کنید، حالا تصاویرش رو اگر دوستان بگیرن. بله. در اصل نه، منظورم دو تا حیاط کنار همیه. خب به قول معروف اینجا تالار بوده دیگه، قسمت یه فضای مجزایی رو در نظر گرفتم برای مهموناشون که دیگه مربوط به کاری به اون خونه خودشون بیرونیشون نداشته باشه. درست. اندرونیشون. چند سال قبل گفتیم؟ اواخر دوره قاجار تو نهضت مشروطه دیگه، زمان نهضت مشروطه ساخته شده. بعد چرا اینقدر ساده است اینجا؟ هیچ نقاشی نداره؟ نقاشی نداره یا اینکه دستخوش تعمیرات شده و نقاشی ها زیر پوششی از گچ رفتن؟ نه، این فضایی که مشاهده میکنید به قول معروف زیر سازی تزیینات گچبری آینه کاری شده، ولی خب دیگه مالک خونه حالا یا در قید حیات نبوده و بقیه انجام ندادن یا انجام نشده. آها، یعنی دقیقاً قاب‌هاشو انجام دادن. بله، که بله. می‌خواستن اون نقاشی‌ها روش انجام بله. بشه ولی رها شده. رها شده. دیگه توی خونه حاج آخوندم همینو دیدیم دیگه. بله، رفتی بله. رفتیم یه اتاق کاملاً نقاشی شده و آینه کاری و دو اتاق فقط بله. زیرسازی شده بود. زیرسازی هم اگر دقت کرده باشید عین همه. نه. یعنی سه تا اتاق عین همه. اتاق میانی فقط آینه کاری و نقاشی شده. یه سری از این تصاویر رو هم داریم میبینیم که روی تاخچه ها هستش. فکر کنم این دوتا از قدیمی ترین عکس ها باشن و کم کم به بله. روز میشن. این عکس معاصر میرسه. بله. این عکس هم از شخصیت هایی هستش؟ مرحوم ابوالقاسم خان، مرحوم عبدالصمد خان، آقای جهانگیر و آقای رزجو. خیلی ممنون، تشکر از شما و حضورتون در برنامه همسفر. در این بخش از برنامه خواستیم یکی دیگه از جاذبه های زیبا و دیدنی بخش جلگه در نزدیکی شهر هرند به نام روستای قهی رو براتون معرفی کنیم که ابنه تاریخی ارزشمند در اون هست و در این بخش بهتون معرفی شد. 3085 رو فراموش نکنین، بهمون پیامک بدین. انتقاد، پیشنهاد و اگه دعوتی دارین میتونین از این طریق به ما اطلاع بدین. همطور میتونید به سایت شبکه مراجعه کنید و برنامه‌های قبلی ما رو تماشا کنید. تا فردا و گزارش دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار. Thank you.